سرخط خبرها. اولین محموله واکسن روسی کرونا هفته آینده وارد ایران می شود. مقام های بهداشتی هنوز بر سر استاندارد بودن آن اختلاف نظر دارند. به دنبال اعتراض بریتانیا و ایرلندی ها به اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا گفته هیچ محدودیتی بر صادرات واکسن کرونا اعمال نخواهد شد. با وجود درخواست های بین المللی از ایران، جاوید دهقان زندانی بلوچ در زاهدان اعدام شد. نمیدونم حتی کدوم مجموعه این آژیر رو زده، ولی در حوزه وزارت راه نبود. و تنین آژیر قرمز در غرب تهران همزمان با تغییر مسیر یک هواپیما. توضیحات مسئولان ایرانی زد و نقیز است. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. یک روز بعد از امضای قرارداد خرید واکسن کرونا اسپوتنیک بین ایران و روسیه، بحث بر سر استاندارد بودن آن میان مقام‌های بهداشتی ایران بالا گرفته. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و بهداشت گفته این واکسن شرایط قابل قبولی دارد و انتقادها از آن غیر حرفه‌ای است. همزمان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از اوج گرفتن دوباره این بیماری در استان‌های یزد، هرمزگان و خراسان شمالی خبر داده. فرنوش امیرشاهی با جزئیات بیشتر. یکی از استان‌هایی که به شدت علائمی ما داریم درش می‌بینیم که باید پروتکل‌ها را خیلی تشدید بکنن، استان هرمزگان هست. هشدار شروع موج جدید کرونا در ایران. استان یزد یکی از استانهایی هست که به صورت خیلی ملایم، البته با حالت افزایش یابندهی، میزان بستری بیماران داره افزایش پیدا میکنه و نیاز دقت بالایی هست. خراسان شمالی هم باز به همین صورت. با شناسایی مواردی از ویروس جهش یافته، حالا شواهدی از رشد تصاعدی میزان سرایت کرونا مشاهده شده. با اینکه زنگ هشدار به صدا درآمده، اما هنوز خبری از واکسن کرونا نیست. گفته شده واکسن تولید داخل دست کم تا پایان بهار قابل عرضه نیست. واکسن‌های وارداتی دیگر هم هنوز معلوم نیست از چه شرکت‌های خریداری می‌شوند. فعلا واکسن روسیه اسپوتنیک وی تنها گزینه است که اولین محموله آن به گفته سفیر ایران در روسیه قرار است تا 16 بهمن وارد شود. اما حرف و حدیث درباره استاندارد بودن آن زیاد است. بسیاری از مقام‌های بهداشتی از تایید نشدن این واکسن در مراجع بین‌المللی معتبر ابراز نگرانی می‌کنند. از جمله مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و مسئول ارزیابی واکسن‌های کرونا ایرانی، که گفته بود حاضر نیست این واکسن را تزریق کند. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو وارد بحث شده. گفته خانم مهرز اصلا شأنی برای ارزیابی واکسن های دیگر ندارد، چون مرجع تایید واکسن سازمان غذا و داروست. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. موضوع واکسن کرونا در ایران با این سخنرانی آیت الله خامنه ای پیچیده شد. هرچند که بعدتر دولت وعده داد تلاش میکند از همه راه‌های ممکن واکسن وارد کند. 16.8 میلیون دوز واکسن از کوکس پولش هم دادیم، خریدیم. همزمان داریم با 3 کشور دیگری هم مثل چین، هند و روسیه که واکسن‌های اینها در کشورهای مختلف الان داره استفاده میشه، داریم با اینها مذاکره میکنیم. وعده ای که هنوز محقق نشده. ایران میگوید یکی از موانع موجود تحریم ها علیه این کشور است. ما تنها بودیم، کسی به ما کمک نکرد، ما رو یاری نکرد. همین الان هم که ما میخواییم واکسن تهیه بکنیم، با چه سختی ها، با چه مشکلاتی، عبور از پیچ های مختلف. دنیا که اینجوری نیست، دنیا بانکش آزاده، پولش آزاده، معاملاتش آزاده، روابطش روابط معمولی است. ما خب با یه مشکلات ویژه‌ای مواجه هستیم. ادعایی که کشورهای اروپایی و آمریکایی رد می‌کنند و می‌گویند دارو و واکسن کرونا از تحریم معاف هستند. حالا در شرایطی که نشانه‌هایی از موج تازه‌ای از کرونا در ایران دیده شده، سردرگمی و اختلاف نظر در تهیه واکسن نگرانی‌ها را برای مقابله با ویروس جهش‌یافته بیشتر کرده.
معلوم نیست با تعلل ایران در شروع واکسیناسیون عمومی سایه تهدید کرونا کی از سر مردم برداشته خواهد شد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. بیشتر از دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند در بریتانیا، درباره دلایل نگرانی مردم از زدن واکسن روسی پرسیدن. البته نگرانی کاملا به جاست. اساتید بسیار برجسته متخصص در ایران، همونجور که در گزارش شما مطرح شد، مثلا خانم دکتر مینو مخرز عنوان کردن که این ویروس قابل اعتماد نیست و 100% حق دارن، و به هر حال بحث بر سر مناسب یا نامناسب بودن واکسن یک بحث کاملا علمی است و باید در واقع متخصصین این رشته با توجه به دانشی که دارن از نوع واکسن ها، تهیه واکسن ها، طرز ساختشون و احیانا عوارضی که ممکنه برای افراد داشته باشن، در این زمینه تصمیم گیری کنن. متاسفانه در ایران ظاهرا این مسئله سیاسی شده و به هر حال ما ضرب المثل جالبی داریم در زبان فارسی، در زبان عامیانه فارسی میگیم کاچی به از هیچی. ظاهرا دولت حالا با علارغم اینکه میدونن مسئولین کشور که این واکسن اصلا اعتبار جهانی نداره، واکسن روسی منظورم هست، به هر حال چون از بالا بهشون دستور رسیده که واکسن آمریکایی و غربی استفاده نکنن، مجبورن به واکسن هایی رو بیارن که معتبر نیستن. اصلا اطلاعات علمی دقیقی راجع به اون واکسن ها نداریم و متاسفانه این واکسن ها نمیدونیم چقدر مؤثرن. دلیل این که سازمان بهداشت جهانی این واکسن رو تایید نمیکنه چیه آقای دکتر؟ در حال متعددی داره. ببینید، مهمترین مسئله در تهیه واکسن و تولید واکسن مناسب روند خاصی هست که باید در تولید واکسن، طرز تهیه واکسن در واقع رعایت بشه و طی بشه. اطلاعات علمی مربوط به ساخت واکسن باید در اختیار عموم قرار بگیره، تمامی دانشمندان این حق رو داشته باشن که بتونن اطلاعات رو ببینن. متاسفانه در مورد واکسن روسی ظاهرا با توجه به معرفی واکسن فایزر در ماه‌های گذشته، 2 روز بعد بلافاصله روسیه برای اینکه از این رقابت جهانی تولید واکسن عقب نمونه، ظاهرا 2% هم اضافه کردن به اثر بخشی واکسن اسپوتنیک و اون رو معرفی کردن، در حالی که بر اساس تحقیقاتی که در گذشته انجام شده، نوع وکتور یا آدنو ویروسی که در واکسن روسی استفاده شده، در تزریق اول از آدنو ویروس شماره 26 استفاده کردن که قبلا هم در واکسن ها استفاده شده، مشکلی نداره، ولی در تزریق دوم از آدنو ویروس شماره 5 استفاده کردن که قبلا نشون داده شده از این آدنو ویروس برای تهیه واکسن بر علیه ایدز استفاده شده بوده حدود 13 سال پیش، که عوارضی داده و نشون داده که میتونه خطرناک باشه و مؤثر نباشه. دکتر مازیار اشرفیان بناب بود، در برای دلایل نگرانی مردم از زدن واکسن روسی صحبت کرد. اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای ایجاد مانع بر صادرات واکسن کرونا به خارج از مرزهایش عقب نشینی کرده. رئیس کمیسیون اروپا گفته هیچ محدودیتی بر صدور واکسن به کشورهای دیگر اعمال نخواهد شد. این تغییر موضع در پی اعتراض شدید دولت‌های بریتانیا، ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند اتخاذ شد که تصمیم اتحادیه اروپا را نقض توافق برگزیت می‌داند. همزمان سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که احتکار واکسن کرونا از سوی بعضی کشورهای ثروتمند باعث ادامه همه‌گیری کووید 19 خواهد شد. بارون عباسی گزارش می‌دهد. اتاق انتظار خالی از بیمار. مرکز واکسیناسیون خالی از واکسن. وضعیت اینجا در فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا. در پی بروز مشکلاتی در یکی از کارخانه‌های اروپایی شرکت بریتانیایی سوئدی استرازنیکا، میگوید در 3 ماهه اول سال جاری میلادی تنها میتواند کمتر از نیمی از 400 میلیون دوز خریداری شده از سوی اتحادیه اروپا را تحویل دهد. واکنش اتحادیه اروپا: ما هم نمیگذاریم واکسن‌های تولید شده در خاکمان به کشورهای دیگر برود. یعنی اعمال محدودیت بر عبور آزاد محموله‌های واکسن اینجا از مرز جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپا است به ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است.
و این یعنی نقض توافق برگزیت. اصلی که میگوید مرز دو کشور به همین شکل فعلی خواهد ماند، بدون هیچ بازرسی و مانع فیزیکی. موضعی که اتحادیه اروپا به سرعت از آن عقب نشینی کرد در پی اعتراض شدید دولت‌های بریتانیا، جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی. امشب گفتگوی سازنده‌ای با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا داشتم. ما توافق کردیم تا جایی که شرکت‌ها بر اساس قراردادهایشان عمل کنند، هیچ محدودیتی بر صدور واکسن کرونا اعمال نشود. اما اگر واکسن نرسد، احتمال بازگشت این محدودیت‌ها وجود دارد. این رویکرد بر اساس اعتماد، شفافیت و مسئولیت پذیری بنا شده. باید به تعهدات عمل شود. قراردادها الزام آور هستند. باید به توافقهای پیش فروش واکسن پایبند بود. با این حال، بعضی حتی داخل اتحادیه کمیسیون اروپا را هم در این بحران مقصر می دانند. می گویند بروکسل در تایید واکسنهای تولیدی و خریدشان دیر دست به کار شده. میگویند شاید هر کشوری باید خود اقدام کند و برای اتخاذ یک تصمیم یک پارچه اروپایی منتظر نماند. موضعی که سازمان بهداشت جهانی با آن مخالف است. سازمانی که میخواهد کشورهای ثروتمند یک قدم فراتر گذاشته و به یک موضع یک پارچه جهانی برسند. اگر واکسن‌ها را انبار کنیم و با بقیه قسمتشون نکنیم، با سه مشکل بزرگ مواجه خواهیم شد. اول اینکه یک شکست اخلاقی فاجعه بار خواهد بود. دوم، آتش این همه گیری شعله ور خواهد ماند. سوم، حرکت اقتصاد جهان به سوی بهبودی بسیار کند خواهد بود. فعلا اما خطای مرزی در چشم رهبران جهان پررنگ تر به نظر می رسد. در دوراهی ملی‌گرایی و توزیع عادلانه واکسن کرونا در سراسر دنیا، بسیاری راه اول را برگزیدند. باران عباسی، بی بی سی. در ایران، جاوید دهقان زندانی بلوچ امروز در زندان زاهدان اعدام شد. اتهام او محاربه بود. عفو بین الملل گفته حکم او بر اساس اعترافاتی صادر شده که تحت شکنجه از او گرفته شده. دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل هم دیروز خواستار توقف اعدام او شده بود. اخیراً چند زندانی بلوچ در زندان زاهدان اعدام شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر گفته در یک ماه و نیم گذشته ایران دست کم 28 نفر از جمله چند نفر از اقلیت‌های قومی را اعدام کرده. از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از تورین ایتالیا، درباره جزئیات بیشتر از پرونده اعدام جاوید دهقان پرسیدم. بله، متأسفانه در سال 93 و 94 ادعا شده در پرونده که ایشون جزء یک گروه مسلح در سیستان و بلوچستان بودن و در سال 94 هم در یک اقدامی همراه با چند نفر دیگه اقدام به در واقع ترور دو نفر از ماموران سپاه پاسداران گرفتن. در طول این سالها خب این پرونده بررسی شد، حکم اعدام صادر شد، اما این حکم اجرا نشد تا اینکه امروز متاسفانه این حکم اجرا شد. اما خب موارد بسیار زیادی هست، وجود داره که ابهام‌آمیز هست در این پرونده. اولا اینکه در حداقل یک ماه و نیم گذشته نزدیک به 17 نفر از شهروندان بلوچ اعدام شدند. اغلب اینها هم در واقع اتهامات امنیتی داشتند. در بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل صادر کرد، اعلام کرد که اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه و تجدید نظر انجام نشده. بعد از اینکه این حکم صادر شد، آقای جاوید دهقان درخواست تجدید نظر داد، اما دیوان عالی کشور 7 مرداد ماه 96 نوشت که هیچ گونه درخواست تجدید نظری رو دریافت نکرده و در این خصوص تکلیفی نداشته. وکیل تسخیری ایشون داشتن که زن بر این هست که یا اصلا حکم در واقع درخواست تجدید نظر صادر نشده یا از پرونده ایشون برداشته شده. وکیل جدیدشون مجددا در 6 بهمن اعلام کرد که ما درخواست تجدید نظر دادیم اما این درخواست رد شده. متاسفانه کمیساریای عالی حقوق بشر گفته در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر از جمله از اقلیت‌های قومی اعدام شدند. فکر کنید دلیلش چیه؟ خب یک مقداری سخت هست نیت‌خوانی جمهوری اسلامی. در گزارش قبل شما هم آمده بود که خیلی
تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی بر اساس یک روند منطقی نیست. اما خب یک بخش از داستانی که الان در واقع به وقوع پیوسته به نظر با توجه به تجربیات قبلی ایجاد ارعاب هست، با توجه به اینکه شرایط معیشتی در ایران رو به وخامت هست، برجام یا در رفع تحریم ها هم دورنمای مشخصی براش نیست که کی رفع بشه و شرایط برگرده، معمولا خب به هر حال اعتراضات افزایش پیدا میکنه و در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، همچنین در دیروز در خوزستان هم اعدامی انجام شد، یک فعال سیاسی عقیدتی رو اعدام کردن. در این مناطق وضعیت معیشتی کمی بغرنجتر هست، امکان در واقع اعتراضات بیشتر هست، نارضایتی بیشتر هست به صورت طبیعی. جمهوری اسلامی از این ابزار اعدام و بازداشت به عنوان یک اهرم سیاسی و امنیتی استفاده میکنه که ارعاب رو در سطح جامعه افزایش بده. مهدی نخل احمدی بود، روزنامه‌نگار در تورین ایتالیا. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. به دنبال اعتراض بریتانیا، ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند به اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا گفته هیچ محدودیتی بر صادرات واکسن اعمال نخواهد شد. مقام‌های ایرانی می‌گویند اولین محموله از واکسن روسی کرونا هفته آینده به ایران تحویل داده می‌شود. در همین حال بحث بین کارشناسان و مسئولان بهداشتی در ایران بر سر استاندارد بودن این واکسن بالا گرفته. در ادامه برنامه نگاهی به ارتباط شگفت‌انگیز شیوع کرونا با بازار داغ کتاب‌های دست دوم در بریتانیا. دیشب همزمانی دو اتفاق بسیاری از ساکنان تهران را نگران کرد. از یک سو آژیر خطر در غرب تهران برای مدتی به صدا درآمد و از سوی دیگر پرواز ترکیش ایر از فرود در فرودگاه امام خمینی خودداری کرد و به باکو رفت. مسئولان اما در ساعات اولیه برای پاسخگویی و رفع پام اقدامی نکردند و هنوز مشخص نیست آژیر متعلق به کدام نهاد بوده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. صدای آژیر در غرب تهران، یادآور روزهای تلخ جنگ، صدایی که دیشب خواب از سر بسیاری پراند. ساکنان میگویند که این صدای ممتد اعلام خطر مدتی طول کشیده تا قطع شود. چه مدت بود صدا؟ یه نیم ساعتی طول کشید. همزمان خبر آمد که پرواز خط هوایی ترکیش ایر در فرودگاه امام تهران فرود نیامده و به باکو رفته. نگرانی ها در شبکه های اجتماعی انعکاس پیدا کرد. سوال های فراوان، اما هیچ نهاد یا مسئولی اظهار نظری نکرد. همزمانی این دو اتفاق و غیبت مسئولان برای پاسخگویی، صدای مجری تلویزیونی دولتی ایران را هم در برنامه صبحگاهی درآورد. در نقاط مختلف شهر تهران این صدای آژیر به گوش رسید. با توجه به اینکه شما جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران کشور هم هستید، چون الان بچه‌ها که تماس گرفتن با هر کدوم از دوستان هیچ کدوم پاسخگو نبودن، مثلا آژیر کجا بود؟ خب معاون وزیر راه و جانشین او در ستاد بحران گفت در حوزه مسئولیت او نبوده. ما میگید داستان چی بوده؟ راستش من نمیدونم البته کدوم مجموعه این آژیر رو زده، ولی در حوزه وزارت راه نبوده. در مدیریت بحران هم اطلاعاتی در مدیریت حوزه ما نبوده، یعنی در بخش مثلا فرودگاه. البته اگه منظورتون پرواز دیشب ترکیشون در فرودگاه امام خوب میشینه، اون صدای اگه آژیر اون منطقه باشه که به تهران رسیده میشه، ولی در حوزه مجموعه وزارت راه نبوده. پس هواپیما ترکیش ایر هم نه مشکل نمیشتیم. تکذیب کنه از این خبری نبوده که تکذیب کنه. اما ساعتی بعد استانداری تهران گفت به دلیل بارش آب به سیستم هشدار نفوذ کرده بوده. به دلیل سیستم بارشی که الحمدلله از دیروز وارد کشور شده و فضای تهران و استان تهران هم گرفته، بارش سبب اختلال در سیستم هشدار دهنده یکی از سازمان ها که به نقل از دوستان من سازمان مربوطه شرک آزمایش بوده. البته آقای گودرزی نگفت سازمان مربوطه کدام سازمان است. رئیس مدیریت بحران استان تهران هم دلیل را آب باران عنوان کرد. او هم نگفت آژیر متعلق به کدام نهاد است. نفوذ آب به داخل سامانه ایمنی یک مجموعه ایجاد صدای ممتد آژیر کرده و هموطنان عزیز و شهروندان اون مناطق رو نگران کرده. سازمان هواپیمایی کشوری هم میگوید که هوا مساعد نبوده و به همین خاطر خلبان ترکیش ایر تصمیم گرفته به باکو برود. وقتی وارد آسمان ایران میشه به جهت شرط نامساعد جوی و ابرهای سنگینی که در آسمان فرودگاه حضرت امام بوده، امکان
فرود رو پیدا نمی‌کنه و بنا به تشخیص خلبان که بالاخره بحث سلامتی مسافرها به عهده خود خلبان هستش، دو تا آلترناتیو خلبان داشت، یکی فرودگاه اصفهان و یکی فرودگاه باکو که بنا به تشخیص خود خلبان فرودگاه باکو رو انتخاب میکنه و در فرودگاه باکو فرود میاد و سوخیری میکنه و مجدد بعضی که شرط در فرودگاه حضرت امام مساعد میشه به فرودگاه برمیگردن و مسافرها پیاده میشه. دلیل هر چه بوده سوالهای جدی مطرح است. مسئولان برای رفع نگرانی چرا در ساعت اولیه پاسخگو نبودند؟ آژیر متعلق به کدام نهاد بوده؟ و اگر اصولاً آژیری در منطقه‌ای هست، چرا مردم نمی‌دانند در صورت هشدار چه کار باید بکنند؟ پرهام قبادی، بی بی سی. رویارویی حامیان یک فرمانده محلی با نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت میدان وردک موجی از واکنش‌های مقام‌های افغان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته. روز گذشته درگیری میان مردم محلی و نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود دست کم 9 کشته و 7 زخمی به جای گذاشت، آماری که به گفته مردم محل بیشتر از این است. دیشب وزارت داخلی افغانستان گفت هیئتی از کابل به ولایت میدان وردک رفته تا این رویداد را بررسی کند. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. روایت یکی از زخمیان حادثه بهسود میگوید دیروز تجمع مردمی این ولسوالی با شلیک نیروهای امنیتی پراکنده شده. او حضور هر نوع فرد مسلح غیر مسئول را بین مردم رد می‌کند. روز قبل مردم در نزدیکی ساختمان ولسوالی تظاهرات کردند که دولت گفته تجمع سازمان یافته از سوی افراد مسلح غیر مسئول متعلق به عبدالغنی علیپور بوده برای اخلال معرفی فرماندهان تازه. اینکه تجمع مدنی چطور به خشونت کشیده شده روایت ها ضد و نقیض است. پس از درگیری ارتباط مخابراتی با محل مختل شده و اطلاعات ناچیزی به رسانه ها می رسد. منابع مردمی میگویند دست کم 10 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. نماینده این مردم در مجلس نیروهای امنیتی را عامل به خشونت گراییدن تجمع مردمی و گروگانگیری میداند. نیروهای امنیتی در ولسوالی سه اول بهسود برای گرد همایی مردمی شلیک کردند، رگبار کردند که در این شلیک تعداد زیاد کشته و زخمی هست و همه این مردم افراد ملکی بودند. در حالی که این نماینده به حکومت از شروع موجی از اعتراضات هشدار داده، وزارت داخله میگوید افراد مسلح غیر مسئول تیراندازی را شروع کردند. با تاسف که این افراد غیر مسئول با انداخت بالای مردم و پلیس تعداد از باشنده‌های محل را مجروح و شهید ساختن و تعدادی از منصوبین امنیتی هم مجروح شدن. عبدالغنی علیپور یک فرمانده محلی از قوم هزاره در بهسود است که برای مقابله با طالب و داعش منطقه از حمایت مردمی برخوردار است. ما احساس زیر کنیم که امنیت و آرامی به وجود آمدن، ما هم صلاح خدا برای حکومت تسلیم. اما از سوی نهادهای امنیتی متهم به فعالیت‌های مسلحانه و اخلال امنیت منطقه. 3 سال قبل با بازداشت او صدها نفر در کابل دست به تظاهرات زدند و گزارش‌های تایید نشده وجود دارد که این بار هم نیروهای امنیتی برای بازداشت دوباره او به منطقه رفته بودند و با مقاومت مردمی روبرو شدند. خشونت‌ها در اشکال گوناگون در هر گوشه افغانستان قربانی می‌گیرد. در ننگرهار شرق کشور حمله طالبان به یک قرارگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد 8 کشته و 12 زخمی به جا گذاشته. طالبان اما آمار تلفات نیروهای امنیتی را بیشتر از این خوانده. پایتخت نیز همانند روزهای قبل شاهد 2 انفجار بوده. اولی انفجار ماین در منطقه کمپانی به یک رنجر پلیس بدون تلفات و دومی کرولای شخصی در منطقه سلیم کاروان با یک کشته و 3 زخمی. مثل 10 انفجار دیگر در بیش از 2 ماه گذشته هیچ گروهی مسئولیت این 2 رویداد را هم به عهده نگرفته. دولت اما طالبان را عامل افزایش خشونت ها می داند.
گروهی که اخیراً از نشست با هیئت دولت سرباز زدند. جانب مقابل ما هنوز آماده نشستن به میز مذاکره نیست. بنابراین تبعات تلفات مردم ملکی در نتیجه تداوم جنگ و خشونت‌های جاری به دوش اونایی است که باعث تأخیر در روند مذاکرات صلح می باشد. هنوز مشخص نیست چه دلیلی پشت کندی دور دوم مذاکرات و دلسردی گروه طالبان به ادامه این روند است. اما روشن است که تنها همین مذاکرات می تواند نقطه پایانی بر خشونت‌های جاری بگذارد. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. یک سال قبل هیچ کس شاید تصورش رو نمی‌کرد که بیشتر مردم مجبور بشن از خونه و به صورت آنلاین کار کنند. کنفرانس‌های تصویری حالا به ما این فرصت رو میده که داخل خونه‌های مردم سرک بکشیم. این اتفاق اما باعث شده یک شرکت فروش کتاب‌های دست دوم در بریتانیا مشتری‌های تازه‌ای پیدا کنه. این مشتری‌ها کتاب‌ها رو برای خوندن نمی‌خرن البته. جان کای در گزارشش توضیح میده. هر کی هستی یا هر چی میگی، وقتی از خونه کار میکنی قفسه کتابخونه جلوی چشم همست و مردم در موردش قضاوت میکنن. اما کتابای پشت سرتون چه چیزی رو در مورد شما نشون میدن؟ این شرکت در استان سامرست بریتانیا کتابای دست دوم میفروشه، اغلب برای صحنه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی. ولی دورکاری دوران کرونا مشتری های جدید رو به اینجا آورده. مهندس، معلم، مدیر شرکت ها، از سلبریتی ها گرفته تا مسئول های عالی رتبه دولتی. میتونی اسم چند تاشون رو بگی؟ نه، نمیتونم از کسی اسم ببرم. بعضی ها کتاب های ادبی میخوان تا سوادشون رو به رخ بکشن، یا کتاب های راهنما تا پوز جهانگردی بدن. یه سری هم فقط دنبال کتاب های رنگارنگن که قفسه پر بشه. میخوای بگی طرفدار محیط زیستی یا غیر مستقیم به مدیرت بگی که باید ارتقا بگیری؟ واقعا این شیوه جدید میتونه بگه ما کی هستیم یا اینکه میخوایم کی باشیم؟ یه قسمتش علایق واقعی ما رو نشون میده. قسمت دیگه‌ش اینه که میخوایم مردم باور کنن که به چی علاقمندی یا طرز فکرت چیه. دقیقا مثل اینه که بری خونه یک نفر و از قفسه کتابخونه‌ش و کتاب‌هاش در مورد اون شخص بیشتر بدونی. حالا با وجود کاربرای شبکه‌های اجتماعی که کارشون شده تحلیل کتاب‌های پشت سر مهمان‌های برنامه‌های تلویزیونی، شاید این یکی از همه بی‌دردسرتر باشه. جان کی، بی بی سی نیوز. اسم پایین این بخش خبر ممنون که بیننده بی بی سی فارسی هست.